از وقتی پسر کوچکی بودم نقش های قالی و قالیچه را دوست می داشتم. قالی ها برای من تماشاخانه هایی بودند که هیچ وقت از دیدن آنها سیر نمی شدم. قالی ها برایم مثل باغچه هایی بودند پر از گل های رنگ به رنگ که می توانستم هر گلی را که می خواهم بچینم و بو کنم. بعضی از قالی ها انگار حوضی بودند که روی آن گل پاشیدند. به نظرم قالی ها مثل دریاچه هایی بودند با حاشیه ای از گل های وحشی که وقتی با آن خیره می شدم خود را در قایق می افتم در میان دریاچه. آن وقت دلم می خواست به درون آن بپرم و به دیدار ماهی های پنهان آن بروم. قالی ها مثل آسمانی بودند بی پایان با کهکشان هایی از گل های درخشان با نظامی دقیق و رازهایی دست نیافتنی. انگار گنبدی از مینا و یاقوت و فیروزه و لاجورد که میشد بدون بال زدن در آن پرواز کرد و در بی نهایت آن گم شد. بعضی از قالی ها مثل باغ هایی بودند با فواره هایی از شکوفه های رنگین و با پرندگان زیبا بر سر هر شاخه که آدم دلش میخواست آنها را در آغوش بگیرد یا در سایه خنک شاخه ها بلغزد و با آهوها و گوزنها بازی کند. یه روز از پدرم پرسیدم این نقشای قشنگ قالی از کجا اومدن؟ پدرم گفت شاید 1000 سال پیش بود، شاید هم پیشتر. در سرزمینی دور در گوشه ای از ایران چوپانی زندگی می کرد که گله کوچکی داشت. چوپان به جز گله کوچکش خانه از چوب و گل داشت که در آن با خانوادهش ساده و خوشبخت زندگی می کرد. چوپان همسری داشت به نام ماهان و دختری به نام هلیا و پسری به نام الیکا. روزها که چوپان گله را به صحرا می برد ماهان به کارهای خانه می رسید و بچه ها به مادرشان کمک می کردند یا مشغول بازی می شدند. کوچولوی من، نای. روزگار خوش و زمین خرم بود. چوپان دلش خوش بود چرا که طبیعت دست و دلباز بود و نعمت فراوان. رودخانه ها پر از آب بودند و برکت را با خود به دشت ها و علفزار ها می آوردند و نشاط و زندگی را در پهنه زمین می پراکندند. چشمه های جوشان، آبشار های سرشار، مهمانخانه بی در و دروازه بودند که از هر جانوری در آن پذیرایی می شد. چوپان دلش خوش بود چرا که خانه راحت، خانواده سالم و گوسفندانی پروار داشت و در انبار خانهش هر جور آذوقه‌ای پیدا می شد. از آرد و روغن و شیره و خوراکی های دیگر. اما روزگار اینطور نماند. سالی آمد خشک و بی‌آب. آن آبگیرهای سخاوتمند که سفره گسترده‌ای بودند برای همه جور جانور خشکیدند و از حیات تهی شدند. از رودخانه های پر آب جز بستری خالی روی زمین و جز یاد پرواز لکلک ها در هوا باقی نماند. آن شور و نشاط زندگی از دامنها و آبراها رفت و از آن آب و گیا جز چاه های تشنه و زمین های سوخته چیزی بر جا نماند.
پس چوپان غصه‌دار شد و نواهای غمگین نواخت. در خانه چوپان هم همه غمگین شدند و نشاط همیشگی از خانه رفت. باید گله رو ببرم شمال. چرا ببری شمال پدر؟ آخه شنیدم شمال علف فراوونه. اگه بری کی برمیگردی؟ هر وقت بدونم اینجا بارون اومده و علف ها سبز شده. اگه اینجا نباشی از کجا میفهمی؟ بی خبر نمیمونم دخترم، از مسافرا میپرسم. آخه ما دلمون برات تنگ میشه. میدونم، اما چاره ای نداریم. ماهان غمگین بود. هلیا دیگر حرفی نمیزد. ویلیکا دلش از همین حالا تنگ شده بود. آن شب شب سختی بر هم گذشت. اما هرچه بود بالاخره صبح شد. مواظب هم باشی، دلتنگی نکنی. خدا بزرگه. ماهان کوله باری بست. خوراک چند روزه چوپان. برو به سلامت. ساعتی بعد چوپان با گله کوچکش در راه شمال بود. چوپان رفت و رفت و رفت تا از چشم پنهان شد. از آن روز انتظار بچه ها شروع شد. روزها و شبها از پی هم می گذشت و چیزی عوض نمی شد. هر روز مثل سالی می گذشت و هر شب سالی درازتر بود. هرچه بیشتر می گذشت انتظار سخت‌تر می شد، تا اینکه یک شب ناگهان خدای من بعد از آن باران و باران‌های بعدی روزگار عوض شد. چشمه‌ها دوباره جوشیدند. آبشارها دوباره سرازیر شدند و مهمانان همیشگی خود را باز یافتند. رودهای خشک دوباره پر آب شدند و لک‌لک‌ها به میادگاه خود برگشتند. دشت‌های سوخته از بی‌آبی دوباره سبز شدند و آهنگ زندگی و نشاط نواختند. برگ‌های تازه دوباره رویدند و مثل لباسی از مخمل تن لخت درخت‌ها را پوشاندند. پسته‌ها بر سر شاخه‌ها شکفتند و لبخند زندگی بر لب پسته‌ها شکفت. ماهان و بچه‌ها خوشحال بودند و بیشتر از همیشه دلشان برای چوپان تنگ بود. مادر، پدر میدونه اینجا بارون اومده؟ البته که میدونه دخترم. تو میدونی پدر کی برمیگرده؟ تو میدونی پدر کی برمیگرده؟ تو میدونی کی برمیگرده؟ دلم پدر رو میخواد مادر. اونم دل شما رو میخواد. پس چرا بر نمیگرده؟ بر میگرده پسرم، بر میگرده. پس آخه کی بر میگرده؟ همین روزا، یه روز از همین روزا. تو میدونی پدر کی بر میگرده؟ تا اینکه یک روز پدر بچه های من،
چقدر دلم براتون تنگ شده بود. چقدر جات اینجا خالی بود. او پدر، برامون بگو کجا بودی؟ اونجا که بودم کنار دریا بود. دریا چیه پدر؟ چطوری بگم؟ خیال کن تمام این بیابون پر بشه آب، اون وقت میشه دریا. دریا خوبه؟ قشنگه؟ باید دریا رو ببینی تا بفهمی چی میگم. وای چه رنگایی، چه موجایی. دیگه چی دیدی پدر؟ جنگلم دیدم. جنگل دیگه چیه پدر؟ انگار کن همه این بیابون پر از درخت بشه. انگار کن همه جا پر از گل و گیاه و پیچک بشه. پیچک دیگه چیه؟ پیچک یه جور گیاه نازکه که میپیچه دور تنه درخت ها و بالا میره، مثل نردبون. چه چیزایی دیدی پدر؟ خوش به حالت. پدر ما نمیتونیم بریم شمال. نه پسرم، شمال خیلی دوره، تازه خونه ما اینجاست. پس شمالو بیار اینجا. این حرف چوپان را به فکر فرو برد. از آن روز به بعد چوپان هر روز صبح که گله را به چرا می برد، نیم روز که گله در سایه خنک درخت آرام می گرفت، و از هنگام که گله سیر از چرای روزانه را به خانه برمی گرداند، در فکر بود که چطور می تواند شمال را به خانه خود بیاورد. تا اینکه یک روز فکری به خاطرش رسید. پیدا کردم، پیدا کردم، پیدا کردم. پیدا کردم، فهمیدم، فهمیدم. شمالو میارم پیش شما. جانمی، جانمی، جان، جانمی، جانمی. چطوری؟ حالا براتون میگم چطوری. اول پشم گوسفندامونو میچینیم، بعد اونا رو میریسیم و از اونا نخ درست میکنیم، بعد اونا رو میریزیم توی یه دیگ رنگ و رنگ میکنیم. وقتی اونا رو خشک کردیم همه رنگ نخ داریم. نخهای آبی، نخهای قرمز، نخهای سبز و همه جور نخ. چوپان شروع کرد به بافتن قالی. اما من که قالی بافی بلد نبودم. بله، چوپان قالی بافی بلد نبود، اما آنقدر نخکشی های مختلف را امتحان کرد، وانقدر راه های بافتن را آزمود، وانقدر کوشید و کوشید و کوشید تا بالاخره توانست شکلی که درخت را ببافد. میبینی بچه ها، حالا ما تو جنگل کاج هستیم، حالا توی دریا هستیم، اینم پیچکایی که گفتم. بچه ها که به دست پدر نگاه کرده بودند، کم کم خودشان کار بافتن را یاد گرفتند. چند سال بعد بچه ها بزرگ و بزرگتر شده بودند و هر کدام فرزندان تازه‌ای آورده بودند. چوپان دارهای جدیدی برپا کرد و کارگاه‌های تازه‌ای ساخت. از آن به بعد همه دخترها
و نواده های دختر چوپان قالی بافی می کردند و پسرها و مردها به کار چوپانی و گله داری می رفتند. از آن روزگار تا حالا شاید هزار سال و شاید بیشتر می گذرد. حالا هر کدام از ما در خانه خود یک شمال داریم و می توانیم با پای برهنه در باغ‌ها، جنگل‌ها و گلزارهای آن راه برویم. من هنوز و هیچ وقت از دویدن و سرخوردن روی پیچک‌های اسلیمی، تاب خوردن با ساقه‌های خطایی و پرواز کردن در گلستان پرترابت قالی در خیال خود سیر نمی‌شوم. درست مثل دورانی که پسر بچه کوچکی بودم.